دلایل پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا، سیاستهایی که در رقابت‌های انتخاباتی وعده اجراشون داده و رابطه آمریکا با جمهوری اسلامی بعد از اوباما، محورهای گفتگوی همکارم مریم امانی با رضا چیتساز که توجه شما رو بهش جلب می‌کنم. رضا چیتساز عزیز سلام میگم به شما. انتخابات آمریکا با پیروزی دونالد ترامپ به پایان رسید. بازارهای بورس که قلب جهان سرمایه‌داری به حساب میان در واکنش به این پیروزی سقوط کردند. در بسیاری از کشورها نیروهای راست پوپولیست و نژادپرست از پیروزی ترامپ به وجد اومدند. تا شب قبل از رای گیری نظرسنجی ها نشون میداد که هیلاری کلینتون آرای بیشتری داره. چی شد که دونالد ترامپ برنده شد؟ با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر و با سلام و تشکر از دستاندرکاران تلویزیون و با تشکر از اینکه این فرصت رو به من دادید. من فکر میکنم درسته که در واقع انتخاب دونالد ترامپ به نوعی واقعا کلمه درست همون شوکه، یه شوکی در واقع در دنیا ایجاد کرده، اما خیلی متفاوت از اتفاقهایی که توی کشورهای اروپایی توی دموکراسی‌های جا افتاده هم به اصطلاح مطرح شده، از خیلی زاویه ها تکرار همونها در واقع بوده. شاید آمریکا خیلی بیشتر مثلا چون روی فردیت روی زوم میشه، یک فرد در واقع چیز هست و با خاطر اون حرفای خیلی ابلهانه و توهین‌آمیزی که به زن‌ها یا مثلا مکزیکی‌ها یا مثلا مسلمان‌ها اینا گفته شاید بیشتر چیز داره، ولی در راستای همون چیزه. ما نباید فراموش بکنیم که در انتخابات بعدی در فرانسه ممکنه دو تا نماینده سارکوزی و مارین لوپن باشن، یعنی با دو تا ترامپ روبرو خواهیم بود توی اصطلاح چیز. اما سوال شما اینه که چه شد که در واقع دونالد ترامپ انتخاب شد؟ من فکر میکنم که این انتخاب بیش از هر چیز شورش از پایین رو داره نشون میده. این شورش علیه اون حاکمیته، یا همون که توی انگلیسی بهش میگن استبلیشمنت، میوه در واقع وحشتناکی که امروزه به ثمر رسید، نتیجه 40 سال جنگ نئولیبرالیسم از دوران ریگان به این سو که بیل کلینتون ادامه دهندش بود، هر دو تا جورج بوش ها ادامه دهندش بودن و براک اوباما. فراموش نکنیم در واقع براک اوباما فرصت تاریخی میتونست باشه برای برای دگرگونی. نه اینکه براک اوباما چهره خیلی متفاوت بود، اما خیلی امیدها رو سوزوند. 8 سال خیلی ها به اصطلاح که بهش رای دادن، و وقتی که اون امیدها میسوزه، وقتی استیصال حاکم میشه، خب اون طبقه در واقع اون لگدمال شدگان جامعه میتونن در واقع به هر چیزی دستاویز بشن. من فکر میکنم که این شورش از پایین خیلی از معادله ها رو به هم زد. به همین خاطر بود که توی اون آمارگیری ها خیلی اینجوری اصلا حساب نمیکنن که امکان داشته باشه دونالد ترامپ در واقع انتخاب بشه. در واقع از خیلی زاویه ها این یک انتخاب منفی بود. فراموش نکنین که همون اندازه که دونالد ترامپ مهمه بررسی بشه، نیروی مقابل دونالد ترامپ هم مهمه. هیلری کلینتون متاسفانه توی اون به اصطلاح اخبار یا مثلا فرض کن تحلیل های لیبرال ها اینا ازش جوری صحبت میکنن که فقط به عنوان یک زن و مثلا فرض کن لیبرال ها اینا. فراموش نکنید که هیلری کلینتون یک جنایتکار جنگیه. لیبی رو هیلری کلینتون یک تنه در واقع دولت اوباما رو وادار کرد که به اون جهنم تبدیل بکنه. فراموش نکنید که تمامی جنگ هایی که جورج بوش راه انداخت هیلری کلینتون پشتش بود. فراموش نکنیم که شوهر هیلری کلینتون بیل کلینتون بود که قوانین در واقع غذایی را در آمریکا آنگونه‌ای تغییر داد که به اینجا رسید که خیلی از سیاه‌پوست‌ها امروز در زندان هستند. یعنی خوب این مسائل رو بهش دقت کنیم. چرا اینا رو میگم؟ به خاطر اینکه در مقابل دونالد ترامپ وقتی هیلری کلینتون قرار میگیره، پس انتخاب منفی میشه. اما آنچه این وسط رخ داد شورش از پایین بود، پس نشون دهنده در واقع شکست چپ هم بود. چپ نتونست سازماندهی بکنه و این وسط شورش پوپولیسم راست تونست این خط رو پیش ببره. این شورش از پایین چیزیه که ما در اروپا هم شاهدش بودیم، و فقط من چیزی که میخوام اشاره کنم اینه که به همون اندازه وظیفه چپ هست که شورش از پایین رو به سمت در واقع اهداف دموکراتیک و به سمت سوسیالیسم پیش ببره. چیزی که اتفاق افتاد این بود که برنی سندرز با مطرح کردن اون در واقع سوسیالیسم یک فضای در آمریکا ایجاد کرد. فقط این الان خیلی مهمه که در آمریکا این ادامه پیدا بکنه، جنبش از پایین، این نسوزه، چون این خطر وجود داره. در واقع وقتی که برنی سندرز خودش رو کنار کشید، یک نوع یأس
خیلی‌ها رو گرفت و خیلی‌ها هم شاید به هیلری کلینتون رأی ندادن. باید منتظر باشیم تا آمار بیاد و اون هم بی تاثیر نبود. این در واقع چپ باید بازنگری بکنه خودش رو و نگاه بکنه ببینه چگونه میتونه باز دوباره طبقه کارگر اون تسمه نقاله‌ای بشه که تمام اون خواست‌های دیگه حولش شکل بگیرن. فمینیست، محیط زیست، مبارزه با نژادپرستی، طرفداری از صلح، تمام این چیزهایی که زمان طبقه کار حول طبقه کارگر شکل میگرفت دوباره باید روی اون در واقع تمرکز بشه. ترامپ گفته که برای جلوگیری از ورود مهاجرین مکزیکی دیوار میکشه، گفته بودجه سازمان ملل رو قطع میکنه و قرارداد آب و هوا در پاریس رو پاره میکنه. ترامپ خصومتش با زنان رو در طول کمپینش بارها بروز داده و سختگیری خیلی بیشتر در مورد سقط جنین رو هم تاکید کرده. ترامپ گفته که در قراردادهای تجاری با اروپا تجدید نظر میکنه و تعهد آمریکا برای دفاع از کشورهای اروپایی در چارچوب ناتو رو تغییر میده و گفته جنگ تجاری رو با چین شروع میکنه و موانع گمرکی میذاره جلوی ورود کالاهای چینی. همه اینا مایه وحشت و نگرانی شدید شده. آیا ترامپ میتونه این وعده ها رو عملی کنه؟ یا اینکه طبقه سیاسی حاکم در آمریکا به این سادگی اجازه اینجور اقدامات رو نمیده؟ عملی شدن این وعده ها چه وضعی ایجاد میکنه؟ والا اینکه آیا میکنه یا نمیکنه که خب طبیعتا پیشگویی آینده است که خیلی الان در حال حاضر خیلی سخته، یعنی باید یه مقدار زمان بگذره ما ببینیم چی میشه اینا. اما یه چیزی که شما اون وسط بهش به درستی اشاره میکنید توی سوالتون به نوعی نهفته است، اون اینه که در هر صورت در آمریکا یک هیئت حاکمه ما داریم، ما یه طبقه سیاسی داریم. درسته که رئیس جمهور از قدرت‌های خیلی بالایی برخوردار، ولی یه رئیس جمهور تک و تنها هر کاری دلش بخواد نمیتونه بکنه. من فکر میکنم بین دو چیز باید تفکیک خواهد شد، بین رتوریک برای انتخاب شدن، برای تحریک در واقع از پایین روی نجات پرستی رفتن، روی به اصطلاح ضد فمینیست بودن. فراموش نکنیم دیگه این در واقع به نوعی شورش علیه فمینیسم، شورش علیه به اصطلاح برابر حقوقی، شورش یعنی وقتی میگیم شورش از پایین، چون ما چپ ها طرفدار شورش از پایین هستیم، خوبه فراموش هم نکنیم که این شورش از پایین ضرورتا نمیتونه به چیزهای مثبت هم همیشه باشه، میتونه چیزهای منفی هم با خودش داشته باشه که داشت اینجا. اما اینکه دیوار بکشه یا نکشه معلوم نیست، یعنی واقعا باید ببینیم به اصطلاح به چه سمتی اون پیش خواهد رفت. یه چیزی باید فراموش نباید کرد که دست آمریکا نیست به این تنها. فراموش نکنیم که آمریکا در صورت هژمون جهان سرمایه‌داریه و هژمونی همونطور که گرامشی استاد در واقع اصلا این مفهوم خیلی زیبا اون رو مطرح کرده، این روی دو ستون، روی دو محور اصلی میچرخه، یکی زوره، اون یکی روی در واقع همرأیی و تمایله. این دوتا رو نباید فراموش کرد. این شکل نیست که آمریکا عراق، آلمان عراق نیست که آمریکا هر موقع دلش خواست مثلا اون بلا رو سرش بیاره، یا مثلا فرانسه، یا مثلا کشورهای دیگه ناتو که این برخوردار داره میکنه، یا مثلا اون برخورد با چین. شما میدونید که از لحاظ اقتصادی اصلا کله پا میتونه آمریکا بشه اگه بخواد با چین به این شکل استراتژی بکنه، یا اگر بخواد باز دوباره وارد اون در واقع نوع اقتصاد بشه که پروتکشنیسم وارد بکنه، در واقع مرزها رو بذاره و گمرک و این جور داستانا، بیش از همه اقتصاد خود آمریکا میتونه آسیب ببینه. و فراموش هم نکنیم که توی خود آمریکا در هر صورت توی اون طبقه حاکمه دستبندی های مختلفی وجود داره. مثلا هیلری کلینتون مشخصا نماینده وال استریت، یعنی سرمایه مالی. این طرف باید دید که آیا به اصطلاح اون خط دونالد ترامپ ضرورتا با اونا همراهی میکنه یا نه. به همین خاطر این سوالاتیه که الان به راحتی نمیشه بهش جواب داد. من فکر میکنم بیشتر اونا جنبه رتوریک داشت برای تحریک اون شورش جنبش از پایین، برای که بتونه رأی خودشو بیاره. منتها باید مقداری بگذره ببینیم با تعامل بهتری بتونیم تحلیل بکنیم از این آینده در واقع این ماجرا. خب رفیق رضا، در هر صورت با وجود همه ابهاماتی که هست، این رو میپذیریم که نتیجه این انتخابات تا همینجا یه نوع پرش در تاریکیه؟ صد درصد. خب رابطه با ایران آخرین پرسش منه. بر سر توافق هسته‌ای ایران و آمریکا چی میاد؟ ترامپ در جریان رقابت‌های انتخاباتیش بارها از برجام به عنوان یه توافق بد که به سود ایران بوده یاد کرده و گفته که اگه رئیس جمهور بشه خیلی سخت ایرانه‌تر با ایران برخورد میکنه.
ترامپ مثل تبلیغات اسرائیل جمهوری اسلامی رو به برنامه‌ریزی برای هولوکاست هسته‌ای متهم کرده. از اون طرف شاهد بودیم که خامنه‌ای هم تلویحاً پیروزی دونالد ترامپ رو بر هیلاری کلینتون ترجیح داده. چه چشم‌اندازی برای رابطه ایران و آمریکا با پیروزی ترامپ هست؟ اول که اگر از ایران بخوایم شروع کنیم، خطری که برای جنبش توده‌ای، جنبش کارگری، جنبش از پایین در ایران وجود داره، جنبش رو به دموکراسی، جنبش به اصطلاح رو به سوسیالیست در ایران وجود داره، اینه که به قدرت حاکمه در ایران این امکان رو میده که نیروهای خودشو باز دوباره بتونه بسیج بکنه. تهدید از بیرون خیلی مهم بوده. اصلا جمهوری اسلامی بدون تهدید از بیرون معنایی نداره. همیشه در واقع اون تهدید از بیرون، حالا چه تهدید واقعی بوده باشه، چه تهدید کاذب بوده باشه. دو، دست رژیم رو میتونه بازتر بکنه به خاطر اینکه به بهانه اینکه در واقع با امنیت مملکت برن بازی میکنن، با کوچکترین تعرضات رو به شدت سرکوب بکنه، به خاطر اینکه میدونیم این شیوه کار در واقع حکومت‌های از نوع جمهوری اسلامی، مثلا اسرائیل هم همیشه این شکل رو به اصطلاح سیاست‌ها رو پیش می‌برده. از این زاویه این انتخاب طبیعتاً خیلی انتخاب بدی بود برای به اصطلاح چیز، یعنی سیاست در واقع استکبار ستیزی توی گیومه ضد امپریالیسم جمهوری اسلامی دوباره میتونه رونق پیدا بکنه. از این زاویه این خیلی مشکل بزرگی میتونه برای جامعه ما ایجاد بکنه. اما از طرف دیگه، از طرف آمریکا نگاه میکنیم، هیچ چیز نباید فراموش کرد. از نگاه در واقع تحلیلگران نیروی نظامی در آمریکا، ایران خطر اصلی نیست. این مسئله رو خوب آدم بهش دقت بکنه. مثلا حتی در دوران به اصطلاح موقعی که به عراق جنگ شد، یک اختلاف جدی بین اون جنگ به عنوان یه پدیده ایدئولوژیک بود و یک جنگ به عنوان چیزی که به اصطلاح نیروهای ارتشی دنبالش بودن. اینم خوب آدم بهش دقت بکنه. خیلی نگرانی‌ها توی آمریکا، توی در واقع حتی خود قدرت حاکم آمریکا نسبت به عربستان سعودی وجود داره و اون خطری که اون در واقع دنیا رو در تدینه. در هر حال نباید فراموش کرد که اگر کسی تروریسم رو به اصطلاح صادر کرده، بیش از همه عربستان سعودی در واقع بوده. این پدیده وحشتناک داعش در صد دست پرورده عربستان سعودیه. یعنی به همین خاطر باز هم فراموش نکنیم، درسته که دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور قدرت خیلی بالایی داره، اما اونقدر قدرت مانور نداره که هر کاری دلش میخواد بکنه. ببینید، شما با حتی ایران هم اگر مقایسه بکنید، ولی فقیه در قانون جمهوری اسلامی هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه، اما این به معنای نیست که هر موقع هر کاری بخواد میتونه واقعا بکنه. یعنی واقعیت و این دوتا رو باید اصلا به اصطلاح تفکیک بکنیم. به نظر من همین مسئله در رابطه با آمریکا هم هست. اون به اصطلاح چه اتفاقاتی تو منطقه میفته، چه سازماندهی میتونه از پایین شکل بگیره تو منطقه. مثلا فقط به عنوان مثال شما فرض کنید که بهار عرب در مصر موفق میشد، دولت شبه دموکراتیکی به وجود میومد، کاملا توازن قوا رو در منطقه بر هم میزد، یعنی آمریکا رابطش با اسرائیل بی تردید تحت تاثیر اون قرار میگرفت. به همین خاطر فقط آنچه دونالد ترامپ میگه تعیین کننده نیست، اما خطر اصلی به نظر من از اینه که دست جمهوری اسلامی رو بازتر میکنه، برای که دیدید ما میگفتیم، دیدید آمریکا به اصطلاح اون دشمنه، نمیدونم تمدن نیست، همه این داستانا، این چیزها. از این زاویه این خطرناک.